سلام به همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. من رضا خدایری هستم و در این ویدیو می‌خوایم در مورد ویزای سابکلاس 188A با شما صحبت بکنیم. وقتی که از ویزای 188A صحبت می‌کنیم، داریم در مورد یکی از بهترین ویزاهای سرمایه‌گذاری دنیا صحبت می‌کنیم. علت این موضوع هم مزیت‌هایی که این ویزا نسبت به سایر ویزاهای سرمایه‌گذاری داره که در ادامه به چند تا از اینها به صورت مختصر می‌پردازیم. به طور مثال از مزیت‌های این ویزا اینه که این ویزا احتیاج به نمره زبان نداره، در عمل محدودیت سنی نداره و از همه اینا مهمتر، در زمانی که شما ویزاتون رو میگیرید هنوز سرمایه گذاری انجام ندادید و سرمایه خودتون رو به استرالیا انتقال ندادید. یعنی شما 2 سال بعد از اینکه ویزا میگیرید میتوانید سرمایه گذاری انجام بدید که این مزیت بسیار بزرگیه. بهتره وارد جزئیات بیشتری در مورد این ویزا بشیم. این ویزا یک ویزای 5 ساله است که به شما اجازه کار و زندگی در استرالیا را میده. در طول این مدت 5 سال فرزندان شما میتونند از خدمات دولتی آموزشی استرالیا در مدارس به صورت رایگان استفاده بکنند. شما و همسرتون اجازه کار و تحصیل دارید و میتونید در هر شغلی که مایل هستید شاغل بشید. برای تبدیل این ویزا به اقامت دائم باید چند شرط رو رعایت بکنید. اولین شرط انتقال سرمایه‌ایه که شما در زمان دریافت ویزا به دولت ایالتی تعهد دادید که به این کشور منتقل میکنید. بعد از اینکه انتقال سرمایه حداکثر در پایان سال دومی که شما ویزا رو گرفتید انجام شد، این سرمایه باید وارد یک بیزینس بشه. این بیزینس میتونه یک بیزینسی باشه که از ابتدا توسط شما پایه‌گذاری شده یا یک بیزینس آماده ای باشه که در حال کاره. هیچ تفاوتی در عمل وجود نداره. شما میتونید یک بیزینس آماده رو خرید بکنید، در یک بیزینس آماده شراکت بکنید و یا کسب و کار خودتون رو از پایه بنا بگذارید و شروع به کار بکنید. بیزینسی که راه اندازی میکنید یا خریداری میکنید باید 3 سال تحت مدیریت شما کار بکنه. بیزینسی که راه اندازی میکنید باید تحت مدیریت شما 3 سال کار بکنه. در پایان سال سوم زمانیه که میتونید برای درخواست اقامت دائم استرالیا از طریق سابکلاس 888 که ادامه ویزای 188 درخواست بدید. در سال سوم لازمه شروط دیگری رو هم رعایت بکنید. بنابراین بیزینسی که شما خریداری میکنید یا راه اندازی میکنید باید حداقل 3 سال تحت مدیریت شما کار بکنه و سال سوم باید نشون بده سایر شروطی رو که اداره مهاجرت مشخص کرده توانسته برآورده بکنه. این شروط شامل فروش $300,000 در سال سوم و استخدام حداقل 2 نفر نیرو در سال سوم در بیزینس شماست. این 2 نفر نیرو باید مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا باشند و طبیعتاً از اقوام درجه یک شما هم نباشند. تا اینجا اطلاعاتی در مورد کیفیت ویزای 188A دریافت کردید. حالا لازمه بدونید برای دریافت این ویزا چه شرایطی باید داشته باشید. شما باید برای دریافت این ویزا نشون بدید که توانایی سرمایه گذاری در خاک استرالیا رو دارید. یعنی حداقل $1,250,000 استرالیا در کشور خودتون دارایی دارید. قدم دوم اینه که نشون بدید یک بیزنس فعال رو برای 2 سال از 4 سال گذشته اداره کردید. همچنین باید نشون بدید در 2 سال مالی از 4 سال گذشته حداقل $750,000 استرالیا ترنوور داشتید. نکته حائز اهمیت در مورد شرایط اخذ این ویزا اینه که میزان دارایی و ترنوور شما برای تبدیل به دلار استرالیا از نرخ ارز مرجع بانک مرکزی تبعیت میکنه. لازمه بدونید که شرایطی که خدمتتون عرض کردم مهمترین شرایط دریافت این ویزا. این ویزا یک ویزای پوینت بیسه، یعنی شما باید حداقل 65 امتیاز در نظام امتیازبندی ویزاهای بیزنسی استرالیا داشته باشید تا بتونید برای این ویزا درخواست بدید. عواملی که به شما امتیاز میدن شامل سن، تحصیلات، سابقه بیزنس شما، ترنوور شما، دارایی‌های شما و نمره زبان در صورتی که داشته باشید.
همچنین باید بدونید عواملی نظیر صادرات، ثبت برند تجاری یا اختراعات و اکتشافات هم میتونه در این ویزا به شما امتیاز کمک بکنه. در صورتی که میخواید در مورد امتیازات ویزای 188 اطلاعات بیشتری داشته باشید، حتماً به ویدیوی امتیازات این ویزا در وبسایت ما مراجعه بکنید و اون رو ملاحظه بکنید. در پایان باید بهتون بگم هزینه صدور ویزای 188A برای متقاضی اصلی 6085 دلار استرالیا و برای تمامی همراهان بالای 18 سال 3045 دلار و همراهان زیر 18 سال 1520 دلار استرالیا است. در صورتی که به اطلاعات بیشتری احتیاج دارید، حتما به وبسایت ما به نشانی persianmigrant.com سر بزنید و از اطلاعات مفصلی که اونجا مهیا شده استفاده بکنید. همراه ما باشید، چون تا پایان مسیر در کنار شما هستیم.